درود بر شما دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه خیلی خوش اومدیم به این بخش از آموزش ساختارهای دستور زبان واژگان انگلیسی آدریان صادقی هستم مدرس و کارشناس مترجمی زبان انگلیسی تو این آموزش ساختار گرامری واژگان انگلیسی رو بررسی میکنیم در واقع هم معنای مختلف واژگان و هم ساختارهای هر کدوم که کاربرد زیادی تو رسوندن معنای مورد نظر به مخاطبمون رو داره به طور کامل یاد میگیریم در قسمت اول ورد گروپمون شامل پنج واژه است about and on, about to, allow, permit, let که از about and on شروع میکنیم در اینجا نقش هر دو واژه about and on حرف اضافه هست همون preposition نه فعل، نه صفت و نه اسم و چون واژگان با توجه به نقشه مختلفی که دارن معانی زیادی هم دارن در اینجا به معنای در مورد یا درباره ی چیز یا کسی بودن هست چند تا مثال داریم بخونیم A book for adults about American people's کتابی برای بزرگ سالان که راجع به آمریکا و مردمش هست. A conversation about money. یک مکالمه یا محاوره در مورد پول. A presentation on politics. یک ارائه یا کنفرانس درباره یا در مورد علم سیاست. حالا politics, people یه سری واژگان اینجا هستش که ممکنه باشون آشنا نباشید که در نهایت براتون توضیحشون میدم. همطور که از مثال ها واضحه ما در زبان انگلیسی از about در مورد چیزهای کلی تر و استفاده میکنیم. اینجا دو تا مثال داشتیم about America and about money این در حالیه که از واژه آن در مورد موضوعات جدیتر و رسمیتر استفاده میشه در واقع موارد خاستر مثل politics مثل French art حالا من اینجا تمرین بعدی رو براتون میذارم که حلش کنیم a book about or on French art قاعدتا اینجا از واژه آن استفاده میکنیم چون فرنچ آرت یعنی هنر فرانسه هنر فرانسوی که یه چیز خاص و جدی هست A textbook about African history این هم به همون شکل قبل تاریخ آفریقا پس از واژه آن استفاده میشه A book about animals or on animals Animals یعنی حیوانات دسته کاملا عمومی حیوانات رو در نظر میگیریم پس یک بحث کلیه از واژه about استفاده میشه book about animals و تمرین آخر an article on global warming اینجا به دو نکته اشاره میکنم global warming یعنی گرمایش جهانی خب یک موضوع کاملا خاص و اسپسیفیک هست سری پس قاعدتا اینجا بدون شک از واژه آن استفاده میشه اما این هم بدونید که آرتیکل هر جا اومد در 90 درصد مواقع اگر خواستیم بگیم یک مقاله یک آرتیکل در مورد چیزی در 90 درصد مواقع از پریپوزیشن آن استفاده میشه در خیلی نیوز ها این دیده شده بسیار خوب تو مثال ها و تمرین ها چند تا واژه داشتیم اونا رو بررسی کنیم پیپلز ممکنه خب این براتون عجیب به نظر برسه خیلی جاها ما پیپل شنیدیم یعنی اس نداشته فرق پیپلز و پیپل چیه اینه که پیپلز ارجا داده میشه به مردم تمام ملیت ها ها و جوامع به طور کلی صحبت میشه در صورتی که اگر بگیم پیپل یعنی بدون اس مردم حرفمون طرف حسابمون راجع به مردم مختص به یک ملیت یا یک نژاد یک جامعه هست مورد بعدی Politics هست یعنی علم سیاست نقشش اسمه و اگه بخوایم بگیم یک چیز یا یک عمل سیاسی بعد از واژه پولیتیکل استفاده کنیم پولیتیکل مثلا پولیتیکل ایشوز پولیتیکل پاور که اونجا دیگه پولیتیکل صفت اسم نیست اینجا افریقن داریم افریقن هیستری یعنی تاریخ آفریقایی صفت و اسم اون یعنی بخوایم کشور آفریقا رو مد نظر قرار بدیم میشه افریکا یعنی اون ان آخر رو نداریم و اسم لغت بعدی about to هستش بهتر بگیم ساختار یا اکسپرشن لغت براش مناسب نیست چرا چون اینجا صفت یا ادجکتیو تو بخش قبلی ما about داشتیم یعنی درباره در, باره در مورد چیزی بودن که پریپوزیشن بود نقشه حرف اضافه داشت اینجا کاملا متفاوته حالا متوجه میشیم که چرا تفاوت و خیلی ساختار کاربردی هستش تو زبان انگلیسی در دوستان about to یعنی در شروع انجام کاری به زبان آمیانه تر خب میشه گفت میخوام این کار رو انجام بدم قرار این اتفاق زود بیفته حالا فعلی که بعدش میاد به شکل مستر تو به علاوه حالت در پایه و ساده یک فعل که میشه مستر تو ورک تو ایت که بعد از تو میاد اگر به این شکل باشه 100 درصد معنای در, در شرف انجام کاری بودن رو میده که میخوام این کار رو زود انجام بدم مثال ها رو با هم بخونیم We are about to have lunch Don't go out now یعنی قراره نهار بخوریم الان بیرون نرو یا don't go out for now فعلا بیرون نرو I was about to go to bed when the phone rang خب این حالت گذشته ساده است زمانش گذشته ساده است من قرار بود برم بخوابم وقتی که گوشی زنگ زد زن. این هم به این شکل معنای مترادفی که اینجا ما در نظر گرفتیم just going to میتونه supposed تو هم باشه going to رو خب خیلی از دوستا ممکنه باش آشنا باشن همون گانا تو اسپیکینگ میگیم گانا I'm gonna do something یا yeah, I'm going to do something همون قرار یه کاری رو انجام بدم حتی supposed to I was supposed to talk to you قرار بود باید صحبت کنم تمرینی که داریم My dad is یا was about to start his own business next year خب اینجا قید زمانی داریم next year سال آینده پس قاعدتا از تبعیض استفاده میشه از گذشته استفاده نمی کنیم چرا فقط از امویزار و over استفاده میشه یعنی زمان حال ساده و گذشته ساده چون دوستان خود امو که زمان حال ساده هست در معنای این ساختار شما رو میبره به زمان آینده وقتی میگم my dad is about to start his own business اصلا next year هم نمیاره یعنی پدرم قرار بیزینس یا کسب و کارش رو را بندازه یعنی در آینده قرار این کار رو بکنه پس ما از ویل یا هر نشانه و ساینی که برای زمان آینده هست استفاده نمی کنیم به هیچ عنوان تمرین بعدی I یا I was about to leave the class when the teacher arrived خب اینجا چون دو تا فعلمون فعل توبی و فعل اصلی حالا کلاس دوممون خالی هست و ما با پرش کنیم بهتره که از هر دو زمان استفاده کنیم ببینیم کدوم طبیعی تر به نظر میرسه اول حال ساده میگیم I am about to leave the class when the teacher arrives. من قراره کلاس ترک کنم وقتی استاد برسه خب این اصلا طبیعی به نظر نمی رسه. یعنی معمولا شاید به زبان فارسی اوکی باشه ولی به این شکل استفاده نمیشه تو انگلیسی ولی خب اگه زمان گذشته رو به کار ببریم چی میشه I was about to leave the class when the teacher arrived وقتی که استاد رسید من قرار بود کلاس رو ترک کنم پس این همیشه جواب این به عنوان نکته آخر هم برای اون دوستانی که میخوام بیشتر یاد بگیرن اینو بگم دوستان اگر about to رو منفی کنیم یعنی بشه not about to به معنای قرار این کار رو انجام بدم این کار قرار زود اتفاق بیفته دیگه نیست به معنای تمایل نداشتن به انجام کاریه یعنی شخص من میگم I'm not about to come with you من قرار نیست باید بیام نه من تمایل ندارم با شما بیام دوست ندارم I don't want to come with you در واقع میشه این یه مثال دیگه هم داریم She is not about to tell us the truth یعنی اون تمایلی نداره که به شما حقیقت رو بگه راستش رو بگه She is not about to tell us the truth میرسیم به قسمت تا آخر این بخش یعنی واژگان allow, permit and let خب let داخل اسلاید بعدی که اونو مورد بررسی قرار میدیم هر سه این واژگان فعل هستن یعنی verb و معنی و کاربرد مشابهی دارن به این معنا که اجازه بدیم به کسی یعنی اجازه دادن خب حالا چرا به این شکل میگم چون به طور کلی طبیعتا اینا اکتیو هستن یعنی افعالی که معلومن ولی خب باز به شکل پسیو یا مجهول استفاده میشن که اون رو هم یاد میگیریم دو تا از مهمترین تفاوت هاشون در فرمال یک در فرمال یا این فرمال بودنشونه به این ترتیب که پرمیت فرمال ترینه و لیت informal ترین نشونه که خب قاعدتا واژه allow در حد وسط یا لول میانه قرار میگیره تفاوت دوم در ساختار هر یک از این افعاله که خب این قاعدتا یکی از مهمترین بخش های یک فعل یا حتی یک واژه میتونه باشه که به شکل گرامری چگونه استفاده میشه چه اسپیکینگ چه در رایتینگ allow permit به علاوه object به علاوه infinitive خب allow permit رو کنار هم نوشتم چون به طور کلی اینجا در یک فرمت استفاده میشن مثل همه object مفعول ماه یعنی این فعل رو فاعل روی این مفعول روی این اسم در واقع انجام میده تأثیر این فعل توسط فاعل روی مفعول انفینیتیو مسترمونه قبلا یاد گرفتیم حرف اضافه تو به علاوه حالت پایه یا ساده یک فعل میشه infinitive یا مستر ما خب مستر بدون تو هم داریم یعنی اون تو رو حذف میکنیم که معمولا میگیم infinitive without to یا مستر بدون تو بگذاریم مثال ها رو ببینیم we do not allow people to smoke in the kitchen خب رنگ شده مشخصه یعنی ما به افراد اجازه نمیدیم که سیگار بکیشن یا در واقع دود کنن توی آشپزخانه کاملا همیشه مشخصه و این در واقع این دوتا مثالی که اینجا ما داریم اینجا we do not permit people to smoke in the kitchen خب جای allow permit عوض شده دوتا مثال یکیه میخوام این رو بگم که این دوتا مثال به شکل اکتیو معلومن و هنوز ما ساختار پسیوی رو ندیدیم بخش بعدی allow permit به علاوه با ingه اینجا چه کاربردی داره وقتی ما نمیخوایم از آبجکت یا مفعول استفاده کنیم یعنی تاکید ما صرفا روی فعلیه که میخوایم اجازه بدیم یا اجازه ندیم اون فعل رو مجاز بدونیم یا ندونیم مثال رو ببینیم We do not allow smoking in the kitchen یعنی نه ما پیپل داریم نه آبجکت هیچ موردی مثل اون رو نداریم فقط allow permit رو استفاده کردیم smoke رو از حالت infinitive خارج کردیم و بهش ing دادیم تو هم نداره We do not allow smoking in the kitchen یعنی ما سیگار کشیدن رو مجاز نمیدونیم داخل آشپزخونه به این شکل اجازه نمیدیم سیگار بکشین این آمیانه ترش میشه بخش بعدی پسیو استراکچر وید ایت است یعنی ساختار مجهول با واژه ایت به این شکل ایت از نات پرمیتد تو اسموک این دی کیچن یعنی ما اینجا فاعل نداریم علاوه بر اینکه از حتی مفعول رو هم مد نظر نگرفتیم فائل هم نداریم و فقط و فقط و فقط میخوایم بگیم اون اسموک یا اون فعل ما مجاز نیست انجامش این نکته رو هم بگم این پوینت رو اضافه کنم که حتما حتما به خاطر داشته باشید در 90 درصد مواقع در حالت پسیو استراکچر یا مجهول از واژه پرمیت استفاده میشه و الاو رو استفاده نمی‌کنن من داخل پرانتز براتون نوشتم اینجا تمرین رو ببینیم داخل پرانتز چند تا واژه به شکل به هم کنار هم قرار گرفتن که ما باید مرتبش کنیم به شکل یک جمله کامل و درست allow join us day to the meeting خب فائل داریم اینجا پس صد درصد این جمله به شکل معلوم هست میگیم day allow فعلمون بعد مفعولمون us to join to join میشه infinitiveمون the meeting بقیه جمله یعنی در واقع اونا به ما اجازه میدن که ملحق بشیم به جلسه میتونیم ایدی هم بهش اضافه کنیم فرق نمیکنه حالا تو گذشته بشه they allowed us to join the meeting مشکلی نداره تمرین بعدی it is not allowed یا permitted to access the report یعنی مجاز نیست دسترسی به گزارش اجازه داده نشده ما اینجا یه نکته آخر داشتیم که اگر به شکل پسیو استراکچر بخواد استفاده بشه مجهول ما از واژه پرمیت استفاده میکنیم نه الان میریم اسلاید بعدی واژه لت همون معنی رو داره فقط فرمتش فرق داره دوستان لت به علاوه آبجکت به علاوه اینفینیتی تو همونی که تقریبا چند دقیقه پیش بهش اشاره کردم یعنی مصدر بدون تو همون حالت پایه فل واک تاک speak, ران اوکی لت آبجکتمون همون آس people فرق میکنه I let you smoke من به اجازه میدم سیگار بکشی ولی خب ببینیم خودش چه مثال داره Let me buy you a drink یعنی بذار برای یه نوشیدنی بگیرم خب گفته informal and friendly دوستانه و غیر رسمیه در مقابلش همین رو با فرمت allow یا permit استفاده کرده گفته Please allow me to buy you a drink این فرماله یا بگی بهتر بگیم polite معدبانه تره خب یعنی اجازه بده به من لطفا به من اجازه بده برای دی بگیرم در ساعتی که اینجا میگیم، حالا بس برای دی دهنی بگیرم به عنوان نکته آخرم بگم که میتونیم در کنار let یه سری حرف اضافه بیاریم preposition مثل to in down up اوکی که اون فعل لت ما به یک phrasal ورب تبدیل بشه و کاربورت های بیشتری داشته باشه معنای اون گسترده تر بشه به عنوان مثال اگر کنار واژه لت یعنی در مقابلش ما از پریپوزیشن این استفاده کنیم یعنی let in اجازه دادن به کسی که وارد جایی بشه I let you in یعنی حالا I let you in من در تلفظ به این شکل میشه امریکن میگن I let you in من را میدم بیای داخل اجازه میدم بیای داخل یا حتی اگه از پریپوزیشن down استفاده کنیم به عنوان مثال یعنی کسی رو ناامید کردن let down یعنی بینش بگیم I let you down من شما رو نامید کردم. این ویدیو رو هم با هم دیگه ببینیم. And he wouldn't let me in. Let me in. Let me in. let me in. And he wouldn't let me in. یعنی اون قرار نیست به من اجازه بیت بیام داخل. خوش اومدین به بخش بعدی. Word group همون اینجا شامل سه لغت جدیده. به ترتیب accept and agree, afraid, after adverb. یه پوینت رو اینجا دوستان اضافه کنم. خیلی توجه کنید به تلفظی که من برای واژگان یا حالا جملات مثال هایی که داریم استفاده میکنم استرسی که هست تونی که هست به کار میبرم چون من براتون مثال میزنم الان برخلاف باور عمومی خیلی از دوستان این واژگان رو به شکل اکسپت یا اگری تلفظ میکنن که کاملا اشتباهه علاوه بر این استرسی که به کار میره خیلی مهمه تو لحن گفتن زیبایی اون گویش و لحجه خیلی تأثیر به سزایی داره بنابراین میتونید پیشنهاد من اینه که بعد از مثال هایی که به کار میبرم شما ویدیو رو پاس کنید و خودتون سعی کنید به همون شکلی که من گفتم اون مثال ها رو تکرار کنید بسیار کمک کننده است بسیار خوب بریم از واژه اولمون شروع کنیم accept and agree نقش هر دو اینا فعله به معنای موافقت کردن قبول کردن چیزی حالا کاربردشون رو بهتون بگم اگر بخوام انجام یه کاری رو که در واقع انجام کاری یعنی همون فعل یه فعل استفاده بشه رو باهاش موافقت کنم یا قبولش کنم مثلا اون کار چی باشه میت ملاقات کردن کسی تاک، صحبت کردن با کسی جوین ملحق شدن اسپیک هر چیزی که میتونه یک فعل در نظر گرفته بشه در این صورت ما از بین agree و accept از واژه agree استفاده می حتما یادتون باشه فرمولش به چه شکله فعل اون کار یا عملی که ما باش موافقت می کنیم و به صورت مستر در میاریم همون infinitive که قبلا خوندیم to meet to talk okay. و قبل از اون هم از واژه agree استفاده می I agree to talk I agree to give این هم فرمولش agree به علاوه infinitive مثال داریم I agreed to meet them here من موافقت کردم که اونا رو اینجا ملاقات کنم okay. She agreed to join the meeting ایشون که مهندس هستن موافقت کردن که به این جلسه یا کنفرانس به این جلسه ملحق بشن موافقت کردن به انجام کاری رو با agree میاریم اما استفاده از این فرمول برای accept خیلی طبیعی نیست و معمولا بعد از اون میتونیم noun بیاریم یه اسم بیاریم یعنی بگم طرف دعوت من رو پذیرفت قبول کرد یا درخواست خواستگاری من A proposal she accepted my proposal بعدش فعلی رو نمیخوایم بیاریم معمولا از accept استفاده میشه ببینیم accept و noun he accepted my invitation He my invitation. دعوت نامه منو دعوت منو پذیرفت. دو تا تمرین داریم. My dad finally my dad finally accepted یا agreed my request. اینجا واژه accepted ای استفاده میشه با توجه به نکاتی که گفتیم هر چند این رو اینجا این پوینت رو اضافه میکنم دوستان واژه agreed اگر با همون preposition to استفاده بشه بعدش میتونه در یه سری مواقع از نون هم استفاده بشه یعنی بگیم My dad finally agreed to my request که خیلی به ندرت همچین چیزی رو ما میبینیم She accepted یا agreed to help us finish it To help داریم یه فعل صد در صد agree She agreed to help us finish it این ویدیو رو هم باید ببینیم I agreed to, agree to give a talk I agreed to give a talk Give a talk حتما توجه کنید دوستان به این نکته که give a talk اصلا به معنای صحبت کردن نیست یعنی من بخوام جایگزین این جمله استفاده کنم بگم I talk to you من با تو صحبت میکنم بعد بیام بگم I give you a talk این دو تا جمله اصلا به هیچ عنوان جای همدیگه استفاده نمیشن و معنای کاملا متفاوتی دارن give a talk کلا به معنای سخنرانی کردنه یعنی اینجا talk همون speech I agree to give a talk یعنی من موافقت کردم که سخنرانی کنم اوکی همون give speech لغت بعدی afraid لغتی که به معنای ترسیدن و نقش اون صفت هست همون adjective حالت اینفورمال یا غیر رسمی داره و خب اونجا که صفته حتما قبل از اون باید از افعال توبی استفاده بشه یعنی ام و ایز یا was و خب دیگه بسته به تنسی که شما میخواین استفاده کنید یا زمان فعلتون was -over و ور و ام و متفاوته فرمتش رو ببینیم دوستان to be به علاوه afraid خب تا اینجای ای کار یعنی مثلا اگر بخوام از ام استفاده کنم میگم I am afraid من میترسم you are afraid شما میترسی they are afraid آنها میترسن اوکی باز و برم میشه فرق بعدش ما از preposition ها یا حرف اضافه استفاده میکنیم یعنی of that to خب چرا of that تو من سه تا حرف اضافه بردم چون برای واژه afraid ما از این سه تا معمولا استفاده میکنیم ولی خب بسته به نوع کلاز یا اینکه بعد از اون بخوایم اسم صفت یا هر چیز دیگه بیاریم این متفاوته مثال ها رو که ببینیم راحت تر متوجه میشیم مثال اول I am afraid of the dark من از تاریکی میترسم از چیزی ترسیدن afraid of پس بعدش از اسم یا نون استفاده می کنیم I'm afraid of you من از شما می ترسم I am afraid of a bad situation من از یک موقعیت بد می ترسم okay. مثال بعدی She is afraid that I might know everything That خب خیلی جا ممکنه شما دیده باشین یعنی که معمولا دو تا جمله یا کلاس رو به هم وصل میکنه. She is afraid that اون میترسه که I might know everything یه جمله کامل بعدش میاریم که من ممکنه همه چیزو بدونم اینم به این شکل مثال بعدی I am not afraid to say what I think I'm afraid I'm not afraid to say what I think یعنی من نمیترسم بگم که چه فکری میکنم خب تو قاعدتا به شکل اینفینیتیو اومده اینجا و تو کلمات قبلی مثالهای قبلی دروس قبلی ما این رو دیدیم که بعد از تو از یک فعل استفاده میشه و همون به صفت منرجا داده میشه و معنی کامل اون رو تدایی میکنه برای ما اوکی ما دوستان یه کاربرد خیلی خوبی هم که میتونیم برای واژه افرید در نظر بگیریم که اصلا معنی ترسیدن رو نمیده و معنی کاملا متفاوتی داره یه جایی میخوام به یه شخص یا فردی بگیم یه خبر بدی بدیم یا بگیم که متاسفم که اینو میگم در این صورت از اصطلاح I'm afraid استفاده میشه I'm afraid مثال داریم I'm afraid that دقیقا میتونیم نهیم I'm afraid I'm afraid I can't help you متاسفم که نمیتونم کمکت کنم متاسفانه نمیتونم کمکت کنم یا اصلا متاسفم که اینو میگم نمیتونم کمکت کنم همه اینها میشه I'm afraid there's been an accident متاسفانه یک تصادفی وجود داشته یا اصلا اینجا دارم خبر بعد میگم دیگه متاسفم که اینو میگم یه تصادفی اینجا بوده اوکی این ویدیو رو با هم ببینیم try this. Don't be afraid of that. try this. Don't be afraid of that. try this don't be afraid of that یا do not be afraid of that یعنی اینو امتحانش کن ازش نترس ترسی نداشته باش خب این دقیقا همین مثال اول هست که حالا اینجا دارک داشتیم دو تا تمرین داریم she is یا خب was میتونیم استفاده کنیم afraid of that too یکی از preposition هایی که داشتیم tell me the truth خب اینجا قاعدتا مشخص میشه که ما چون فعل داریم یا tell اوکی okay. پس از preposition to استفاده می‌کنیم she is یا yeah, she is not afraid to tell me the truth اون میترسه که به من حقیقت رو بگه she is afraid to tell me the truth are you afraid of that two ghosts از ارواح روح میترسی are you afraid of ghost خب ghost اینجا noun دیگه یک noun که جمع plural هست بنابراین از preposition of استفاده میشه آخرین واژه این word group after همطور که از عنوان این واژه مشخصه after رو در نقش adverb بررسی کنیم با وجود نقشه بسیار دیگه که داره مثل adjective, preposition, conjunction و غیره نکته اول در این رابطه اینه که after به عنوان قید به تنهایی معمولا استفاده نمیشه و حتما باید در کنار واژگان دیگه در حالت phrase استفاده بشه مثل a few days after چند روز بعد two weeks after دو هفته بعد shortly after یه کم بعد مدت کمی بعد long after خیلی بعد مدت زیادی بعد اوکی همچنین میشه تو این کاربورد به جای اون هم از واژه later استفاده کرد یعنی این رو جایگزین کنیم چرا که خب رایج و ساده تره یعنی بگیم a few days later اوکی okay. داخل اسلاید shortly long days weeks after خب خیلی از ادورب ها و واژگان دیگه هم میشه این قبل استفاده کرد قبل از after که در حالت فریز در بیاد دو تا مثال داریم we had oysters for supper shortly after i began to feel ill میگه در واقع برای شام بر دینر ما صدف خوراکی داشتیم یک کم بعد من احساس مریضی کردم we started job on the 16th and three weeks later یا yeah, after we finished it. ما کار رو هم شروع کردیم تو این تاریخ و سه هفته بعد تمومش کردیم. واژه ساپر در واقع سینونیم دینر هست با این تفاوت که دینر از got a more serious connotation یک کانوتیشن جدی تری داره و به یک وعده غذایی کاملتر تر تکمیل تر و حتی میشه گفت سنگین تر ارجا داده میشه در صورتی که این اینطور نیست It is used informally یکم غیر رسمی تر استفاده میشه و اون وعده ای هم که براش در نظر گرفته میشه سباکتر نسبت به دینر ولی در کل هر دوی واژگان همون معنی شام رو میده که بعد از عصر یا سر شب خورده میشه Afterwards قبل از اینکه ما تمرین رو حل کنیم Afterwards رو بررسی کنیم که یعنی همون After that Then اول جمله میتونه استفاده بشه وسط جمله میتونه استفاده بشه یعنی بعد از اون سپس اوکی مثالش رو ببینیم و بریم تمرین رو حل کنیم I'm going to do my exams یا yeah, I'm gonna do my exams and afterwards I'm gonna study medicine من قصد دارم که برم امتحاناتم رو بدم و بعدش مدیسین رو بخونم اون درسم که راجع به دارو یا خب پزشکی هست رو بخونم مطالعه کنم and afterwards میتونیم after words هم اول جمله به کار ببریم مثل after that then اینا خب جایگزینه همین واژه میتونن بشن تمرین رو ببینیم دوستان true false و بگیم کدوم درسته کدوم غلطه اولی میگه I had gone there رفته بودم اونجا after I decided to move خب من یه نکته گفته بودم معمولا after اول جمله استفاده نمیشه اون هم به تنهایی پس I decided to move قبلش after این کاملا غلطه میتونیستیم بگیم afterwards after that then و ما کلمات پس این میشه false تمرین بعد afterwards I was asked to sing a song بعدش حالا قبلش خب یه جمله بوده دیگه بعدش از من خواسته شد یا از من خواستن که من یک آهنگی رو بخونم بنابراین دوستان مرور کنیم after به عنوان adverb که میشد از واژه later به جاش استفاده کرد که خیلی بهتره shortly long days weeks after یا later یه نکته دیگه هم که گفتیم گفتیم after به تنهایی چه اول جمله چه آخر جمله استفاده نمیشه و بهتری که از واژگان جایگزینش استفاده بشه afterwards after that then این هم از پایان این word group